موج اعتراضات به نحوه انتخاب رئیس اجرایی دولت محلی در هنگ کنگ که از هفته گذشته آغاز شده بیش از پیش گسترش پیدا کرده است. منشأ این اعتراضات که دانشجویان و جنبش موسوم به اشغال مرکز هستند با تظاهرات خود سایر شهروندان هنگ کنگی را نیز روانه خیابان‌ها کردند. معترضان با اشغال مناطق مرکزی هنگ کنگ به ساختمان‌های دولتی نیز حمله کردند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گاز فلفل استفاده کرده و دست کم 60 نفر از آنها را بازداشت کرده است. رئیس اداری اجرایی هنگ کنگ ضمن غیرقانونی خواندن تظاهرات ها میگوید دولت محلی هنگ کنگ مصمم است تا با اشغال غیرقانونی و اعمال گروه و جنبش اشغال مرکز مقابله کند. پلیس نیز باید به مدیریت وضعیت با رعایت قوانین ادامه دهد. چین پیش از این اعلام کرده بود رئیس اجرایی دولت محلی هنگ کنگ در سال 2017 با برگزاری انتخابات و دخالت مستقیم شهروندان تعیین خواهد شد. با این وجود برگزاری چنین انتخاباتی به تعیین 2 یا 3 نامزد انتخابات توسط پکن منوط شده است.